سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. با 19 ویدیو از سری آموزش اکسل در خدمت شما هستم. احتمالاً شنیدین که بیلوکال یکی از توابع بسیار مهم برای جستجوی دیتا توی داده‌های بسیار زیاد هستش. در این ویدیو به ساده‌ترین شکل با مثال به طور کامل این تابع رو به شما آموزش میدم که حتما به کارتون خواهد اومد. اگر که به تازگی با اکسل و کانال ما آشنا شدین، من به شما پیشنهاد میکنم که حتما به پلیلیست ما مراجعه کنید که لینک اونو در انتهای ویدیو و در کپشن زیر ویدیو قرار میدم تا بتونید آموزش ها رو از ابتدا تماشا بکنید. حتما بعد از دیدن این ویدیو چیزایی که آموختین رو خودتون توی اکسل تمرین بکنید تا از خاطرتون نره. ممنونم. سلام و درود خدمت همه شما عزیزان. امروز با آموزش یکی از دستورات و در واقع توابع پرکاربرد اکسل در خدمت شما هستم که مربوط به جستجوی اطلاعات می باشد. اگه ما به تب فرمولاس بریم، توی دستبندی فرمولایی که قرار داره، بخش لوکاپ و ریفرنس، دستورایی که برای جستجوی داده هستش لیست شده که مهمترین اونها اینا هستن. همونطور که می‌بینید تابه‌های زیاد اینجا وجود داره که مهمترین و پرکاربردترین اون ویلوکاپ هست. به خاطر همین من تو این جلسه به این می‌پردازم. اگر که دیدم ویدیو طولانی نشد، حالا یکی دو تا دیگه‌شون هم آموزش می‌دم و اگر نه در جلسات بعدی به بقیه می‌پردازیم. وقتی شما روی این دستور قرار می‌گیرید، خودش در توضیحات انگلیسیش آورده که میگه دنبال یک مقدار خاص می‌گرده توی یک ستون از یک جدولی و مقدار متناظر اون رو از ستونه کناری برای شما در واقع برمیگردونه. یعنی چی؟ یعنی که فرض بگیرید ما اینجا یه جدول داریم که الان اینجا میبینید به طور مثال 152 تا در واقع سطر داره اطلاعات مشتری های مدرون هستش. ما مثلا میخواییم کد مشتری رو فقط داریم، کد مشتری رو میخواییم وقتی وارد کردیم به طور مثال بگه اون اسم اون مشتری چیه که توی ستونه دوم ما قرار داره و کشور محل سکونتش چیه که توی این ستون قرار داره. حالا فرقی هم نمی کنه که این جدول چند صد هزار سطر داشته باشه یا کوچیک باشه و فرقی نمی کنه ما اینجا دنبال چی باشیم. نکته که وجود داره اینه که این مقداری که ما دنبالش هستیم و قراره که در خونه روبرو پر بشه بعد اولین سطر ما باشه و از اون طرف هم تو جدول اون مقدار بعد اولین سطر اون باشه. یعنی به طور مثال اگر که کشور در ستون A باشه و کد مشتری ما در ستون B باشه، ما نمیتونیم با این دستور اینو پیدا کنیم. حتما باید ترتیب رو رعایت کنیم و مقداری که جستجو میکنیم در ستون اول جدول باشه. همینطور نکته بعدی که باید بهش حتما توجه کنید اینه که معمولا باید دنبال چیزی بگردیم که منحصر به فرد باشه. مثلا کد مشتری خب قطعا بر هر مشتری منحصر به فرده، مثل کد ملی افراد که منحصر به فرده. چون اگر که این کد تکرار شده باشه بدیهیه دیگه، وقتی اکسل داره میگرده اولین مقداری که مساوی اون پیدا کنه مقادیر روبری اونو پیدا میکنه و برای شما در نظر میگیره و اکسل نمیتونه که متوجه بشه شما مثلا اولین کد 112 رو لازم دارید یا دومی ها یا چندمی ها. پس حتما بعد از داده های منحصر به فرد برای جستجو استفاده کنید. در اینجا ساختار تابع ویلوکاپ رو براتون گذاشتم که راحت‌تر متوجه بشید و بعد با مثال کاملا برای شما توضیح میدم. و نکته مهم بعدی که وجود داره، همونطور که از اسم این تابع معلومه، ویلوکاپ در واقع مخفف ورتیکال لوکاپ است، یعنی جستجوی عمودی. یعنی چی؟ یعنی این در جدول‌هایی که ساختارشون مثل این و اکثر جدول‌های اکسل عمودی طراحی شده کاربرد داره. معمولا هم مرسوم نیستش که جدول به صورت افقی باشن، یعنی به طور برعکس مثلا کانتری و سیتی و اینا رو تو این ستون ها آورده باشن و مقادیر جلوشون باشه. ولی اگر این گونه بود اون موقع دستور اچ لوکاپ داریم که حالا اگه نیاز شد بعدا اونم مثال براتون میزنم. بخش اول این تابه داره میگه لوکاپ ولیو، یعنی شما در واقع دنبال چه مقداری میگردید که حالا مثلا ما در مثالی که خواهیم کرد مثلا دنبال کد مشتری 112 هستیم. بخش دومش میگه تیبل را، یعنی که توی چه محدوده تیبلی دارین دنبالش میگردین.
این همون جدول ما هستش که داریم دنبالش میگردیم و حتما هم باید اون مقداری که جستجو میکنیم توی اولین ستون هم باشه. حالا مهم نیست اولین ستون جدول باشه ها، منظور اینه که اگه قبل از این هم ستونی داشت دیگه تو اونها جستجو نمیتونه بکنه از اون ستون، مثلا اگه خود مشتری اینجا بود از اینجا به بعد رو میتونه انتخاب بکنیم و تو مثال میبینیم. و بعد کل ایندکس نامبر که در واقع بهتون تو مثال توضیح میدم، میگه دنبال چندمین ستون میگردیم که همون نتیجه جاییه که مثلا برای نام مشتری و کشور مشتری میخواییم پیدا کنیم. و بخش آخرش هم رنج لوکاب هستش که این هم نکته ای داره که روی مثال بر توضیح بدن اینجوری سخت است. ببینید که ادامه ویدیو رو ببینید، اگر که این ویدیو ها براتون کاربردی هستش حتما اون رو لایک بکنید تا ما متوجه بشیم، حتما ما رو سابسکرایب بکنید تا آموزش های بعدی رو از دست ندید، و اگر سوالی داشتید حتما بعد از دیدن کل ویدیو برامون کامنت بگذارید تا در اولین فرصت به شما پاسخ بدم. ممنونم. خب بریم روی مثال عملی ببینیم چطوری هستش. ابتدا میخوایم نام این مشتری که کدش رو اینجا نوشتیم رو پیدا کنیم. پس روی این سلول کلیک میکنم، میزنم مساویه وی لوکاپ که همون ابتدا پیداش میکنه، میگه لوکاپ ولیو شما چیه، این خونه رو من انتخاب میکنم. حالا این رو همیشه تایپ کنیم هم انتخاب، ولی مرسومه که انتخاب میکنن که در واقع مشکل بیش نگیر دیگه. میگه نمره این خونه هستیم، کاراکتر جدا کننده، میگه محدوده جدول شما کجا هست، هم میتونیم با موس انتخاب کنیم همین که، ولی معمولا جدول هم بزرگه دیگه، پس از روی ستوناش رو انتخاب میکنیم. من کل این جدول رو عنوان محدوده انتخاب میکنم. اینجا آدرسش رو میبینید که برای شما آورد ستون A تا ستون E. و دوباره کاراکتر جدا کننده رو میزنم. میگه چندمین خونه رو میخواین، یکی نکات الان اینجا هست، چندمین خونه اون چیزی که دنبالشید. ما دنبال نام مشتری بودیم دیگه، یادتون باشه اون ستونی که مبدأ ما هست خودش ستون اول حساب میشه، نام مشتری پس میشه دوم، اول دوم، پس ما اینجا میزنیم توی ستون دوم نمرش میگردیم و دوباره کاراکتر جدا کننده رو میزنم. حالا نکته بسیار مهم اینه دو حالت به شما میده، میبینید که از نظر فرمول اینا با ترو و فالز میشناسه، حالا جلو توضیحاتش هم داده، میگه دقیقا میخواییم دنبال همون چیزی باشید که نزدیک به اون مقدار هست، یا اینکه اگزکت مچ، یا اینکه دقیقا همون باشه. ما مثلا در اکثر مواقع دنبال همون مقدار هستیم، مثلا اگه کد ملیه، چندان شماره موبایله، شماره مشتریه، دنبال هرچی کس، ما چیز دیگر رو نمیخواییم. وقتی شما فارز مورد دوم انتخاب میکنید، میخواییم اینجا فارز انتخاب کردم و فانتزو میمندم، میره دقیقا همون مقدار رو پیدا میکنه که الان وقتی من کلیک کنم اینتر کنم میبینید که مشتریه که با کد 12 بود دقیقا همون اسمش آورد برای شما اینجا نشون داد. اما اگر این کد یه کدی باشه که اصلا وجود نداشته باشه، مثلا من اینجا آخرش یه 5 هم اضافه میکنم، همچین کدی وجود نداره، میبینید که یه ارور به شما نشون میده، چون میگه اصلا همچین چیزی وجود نداره. حالا من دوباره برمیگردم برای حالت دوم که در واقع ما اینجا فرمولش رو نوشتیم، گفتیم که اگر تو باشه مقدار نزدیک به اونو برمیگردونه. چیزی که باید حتما بهش توجه کنید برای حالت اول، توی حالت تو حتما اون داده های شما باید به ترتیب باشن، مثلا همین جدول ما که الان به ترتیب بود، میبینید از ساعت 01 شروع شده همینجوری رفته جلو، ولی اگر اینو در هم باشه نتیجه اشتباه معمولا میگیریم. کاربردش هم برای یه جایی هست، مثلا شما دنبال مثلا یه سنی میگردین توی یه رنجای سنی که اینجا وجود داره، مثلا دیگه اونجا خب دقیقا همون سن ها نیست که، اگر شما به حالت فالز بخواییم بذارید ارور میده، ولی شما نزدیکترین سنی که تو اون رنج جدولتون مثلا هست مد نظرتونه که اونجا حالت ترو کاربرد داره، کمتر استفاده میشه. الان من یه مثال دیگه میزنم که همزمان دو تا موضوع رو بهتر درک کنید. مثلا فرض میکنیم این سری تو نام مشتری ها میخواییم شروع کنیم، یعنی ستون شروع کنندن این باشه، و مثلا من الان این اسم رو من اینجا برمیدارم میگرم اینجا براتون میذارم، میخواییم ببینیم این مشتری که الان اینجا میبینیم مصره اینجا توی چه کشوری زندگی میکنه، میزنم وی لوکاپ
این خونه رو نام مشتری رو که من دنبالش انتخاب میکنم ویلبورن یک کجا تیبل. حالا چون نام مشتری اینجاست این سری تیبل هم از ستون بی شروع میکنم تا ستون آخر کارکر جدا کننده. و حالا میگه دنبال چندمی خونش این اولین دومی سومی چهارمی کشور میشه چهارمیش. و ویلبورن این سری به جای اینکه فالز رو بزنم تورو رو میزنم، یعنی مقدار نزدیکش رو پیدا کنه. و پرانتز رو میمندم که میبینید زده USA، یعنی اشتباه زده، یعنی خودش براساس خودش ترتیب بندی کرده با اون قوانینی که برای تحلیل شده یک کشوری آورده که در صورت اشتباه شده اون چیزی که ما دنبالش بودیم اینجا هستش و کشورش اجیبته. اگه من همین الان این فالز رو این تورو رو در واقع تبدیل به فالز بکنم، یعنی دقیقا دنبال همون بگرد و اینتر کنم، میبینه که مصر رو درست آورد شناسایی کرد. اما حالا اون حالت اول میگم کجا هم به کارمون میاد. مثلا فرض کنید این عدد که 112 هستش، من در انتهاش یه ممیز هم اضافه میکنم، مثلا 12.5 میزنم. وقتی این رو اینتر کنید میبینید که در واقع داره NA میده به شما، یعنی جواب اشتباه داره میده. مثلا فرض کنیم ما میدونیم که این عدد همچین عددی هست، حالا شک داشتیم آخرش اشتباه زدیم دیگه، میخواییم توی این فرمولمون تورو رو انتخاب کنیم که بگیم نزدیکترین حالت رو انتخاب بکنه. و چون در واقع به ترتیب همونجا کد مشتری همون چیده شده، پس از اون بابت هم اوکی هست. وقتی من این اینتر کنم، ممیز رو اشتباه زده بودم، وقتی اینتر کنم میبینه که جواب درست رو برای ما آورد، یعنی اومده توی این گشته رسیده به عدد 12.5 که دیده بین این و بین اینه، اون که در واقع کوچکتر رو معیار قرار داده و اومده نام مشتری ما رو اینجا قرار داده و درست هم هست. پس کاربرد اینم دیدیم. خب ممنونم، پس حتما ما رو دنبال کنید. دستوره جستجوی بعدی رو هم به مرور بر اساس اهمیت در جلسات آینده آموزش خواهم داد.